سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. جمهوری ترکیه آقای از استاد عبدالرب رسول سیاف را اجازه ورود به ترکیه نداد. دلیلش را در ادامه برنامه با هم میبینیم. دقیق یک روز قبل از سقوط دادن کابل توسط غنی احمدزی بابای طالبان، در یک هماهنگی بسیار دقیق بین سازمان آیسای، سازمان استخباراتی پاکستان و نوچه های غنی و خود غنی، نوچه هایش که میگم منظور از آقای حمدالله محیب و آقای فضلی هست که اینا با در تبانی با، یعنی در همکاری با سازمان استخباراتی آیسای پاکستان، یک برنامه بسیار دقیق را ریختن و یک روز قبل از اینکه کابل سقوط داده شود تقریبا تمام رهبران مجاهدین را با پاکستان دعوت کردند تا مثلا در مورد اوضاع جاری کشور و آینده افغانستان با این حضرات گفتگو بکنند. اونا هم که مثل همیشه وقت دعوت از پاکستان میه سر از پا نمیشناسن و همه ایشان راهی میشن که برن در اونجا. شاید که به احتمال زیاد، خب چون تاریخ تبدیل میشه، تاریخ ورق میخوره، اینا هم به دنبال منافع خودشان بودن که از اونجا امتیاز بگیرن. فردای همون روز که قرار بود اون دیدار ساختگی در اسلام آباد برگزار شود، کابل سقوط داده شد و غنی تمام افغانستان و کابل و تجهیزات نظامی و زحمت‌های 20 ساله یک ملت را و سرنوشت 34 میلیون انسان افغانستانی را دو دستی به دستان خونین و تروریست برادران طالب خود تقدیم کرد. تمام رهبران مجاهدین در پاکستان بند ماندن و حتی اون دیدار مزخرف و ساختگی هم هیچ وقت برگزار نشد. غنی و نوچه هایش در همکاری با ایسای باز هم تمام رهبران شکم پرست و پول پرست و عاشق ساعت و استایل مجاهدین را مثل بچه، مثل طفل فریب داد و همه ایشان در اتاقای و تلایشان در اسلام آباد دانشان باز ماندن. ببینید که سقوط و این خیانت بزرگ چقدر دقیق رویش کار شده و چقدر زمان زیاد رویش استفاده شده. از یک طرف از طریق اخراج رهبران مجاهدین از کابل و از او طرف ایجاد هرج و مرج توسط آمریکا و اینکه همه باید فرار بکنن و کسانی که با نیروهای آمریکایی با دولت افغانستان کار کردن فرار بکنن، یک هرج و مرج را ایجاد کرد که از این طریق بتونه احتمال کوچکترین مقاومت در برابر طالبان را به صفر برسانند که همین کار را هم کردند. چون از یک طرف رهبران مجاهدین از افغانستان از کابل خارج شدند و از او سو تمام نیروهایی که اهل فکر بودند و میتونستند که دست به مقاومت بزنند، اینها را یک استرس ایجاد کرد برشان که هر کس باید به دنبال نجات دادن راه نجات خیش باشه، یعنی هر کس دنبال در رو بود در واقع. بعدش آی اس آی به رهبران مجاهدین پیام دادن که راه چاره برای خودتان بسنجین و که کم کم هزینه هتلتان زیاد میشه و اگر خودتان هتل رو ترک نکنین از فلان تاریخ به بعد تمام مصارف هتل 5 ستاره بلو استار به دوش خودتان خواهد افتاد. اونا هم دست و پاچه شدن، هر کدامشان جدا جدا پاکستان را ترک کردن، یکی به ترکیه، یکی به ایران، یکی به ازبکستان، یکی به تاجیکستان، به کشورهای مختلف رفتن. از جمله اینا آقای عبدالرب رسول سیاف، حالا نمیدونم به چه دلیلی، فیلشان حوض هندوستان کرد و ایشان تشریفشان را به هندوستان بردن. همین چند روز پیش آقای سیاف از سفارت ترکیه در دهلی نو درخواست ویزای ترکیه را کرد تا اونجا بره و از ساحل آنتالیا و با آفتاب گرم اون ساحل مقاومت شده برابر طالبان رسما شروع بکنه. ترکیه هم به این درخواست جواب منفی داد و با آقای سیاف اجازه ورود به ترکیه را نداد. خب حالا سوال اینجاست که چرا ترکیه برخورد دوگانه میکنه با رهبران مجاهدین؟ ترکیه به بسیار از رهبران مجاهدین اجازه ورود و اقامت را داده و همه الان هم بسیار از رهبران مجاهدین در ترکیه اقامت دارن، مثل آقای محقق، مثل آقای دانش، مثل شاید دوستوم و خیلی کسای دیگر. اما آقای سیاف را از این حق محروم کرد. چرا؟ خب من فکر میکنم که به دو دلیل در پشت سر این تصمیم وجود داره. دلیل اولش این است که ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان که خود یک اسلامیست هست در واقع
و در ایدئولوژی و طرز تفکر که در مورد چیزهای مختلف از جمله مسائل رابطه دولت ملت و رابطه زنان و مسائل داره، خیلی تفاوت زیادی با ملا عمر و ملا سیاف و گلبدین و امثالش نداره. اما چرا با ورود سیاف به ترکیه مخالفت کرده و نخواسته که ایشان ترکیه بیاید؟ من فکر میکنم بیشتر به خاطر این است که در طول این 2 سال اخیر حکومت اردوغان زدوبندهای نزدیکی را با طالبا داشته و نسبتا رابطه خوبی با طالبا ایجاد کرده. سیاف چون یک نفر عملگراست و در مدت این 20 سال هم هر از گاهی صحبتهایش خبرساز می شد و تا حدودی از نفوذ قابل ملاحظه در افغانستان برخوردار است و کسان زیاد را مخشویی کرده، به همین دلیل می تانه که به عنوان یک خطر بالقوه برای طالبا به حساب بیاید. به او خاطر ترکیه به خاطر حفظ رابطه و نفوذ خود برای طالبا از ورود این آقا به ترکیه و ادامه فعالیت های سیاسیشان در برابر طالبان مخالفت کرده. البته اینا که من میگم اینا گمانه‌زنی های هست که میتونه یکی از دلایل یا دو تا از دلایل باشه، اما خب دلیل اصلی را حتما آقای خود اردوغان میدونه. یک دلیل دیگیش میتونه گذشته سیاف باشه. سیاف آدم خونخواری هست و در جنگ های داخلی که بین گروه های متخاصم مجاهدین در نیمه اول دهه 90 میلادی اتفاق افتاد، یعنی پس از سقوط دولت نجیب، سیاف پرونده سیاهی داره و در گزارش های حقوق بشری که در مورد جنگ های داخلی ارائه شده، پرونده آقای سیاف سیاه تر از بقیه رهبران مجاهدین است. مثلا در قتل عام افشاریان که هزاران نفر از انسان های بیگناه به شمول زنان و کودکان و افراد سال خورده و غیر نظامی ها کشته شدند، سیاف یکی از فرماندهان اصلی و عمده این فاجعه و این قتل عام بود. سیاف و گلبدین بیشترین سهم را در قتل عام مردم بیگناه و تخریب کابل داشتند. شاید یکی از دلایل مخالفت با ورود ایشان به ترکیه هم همین باشد. چون ممکن است که ترکیه بعداً متهم به حفاظت از ناقضین حقوق بشر شود. البته هرگز به این معنا نیست که بقیه رهبران مجاهدین متهم به نقض حقوق بشر نیستند و انسان‌های کاملاً منزه و پاک و انسان دوست و بشر دوست هستند که در راستای ترویج حقوق بشر کار کردن. نه، خب از لحاظ ایدئولوژی تمام اینا از یک ریشه آب میخورن و از لحاظ فکری خیلی زیاد تفاوتی با هم دیگه ندارن. داعش، طالبان، مجاهدین، همه اینها ریشه هایشان در یک جای برمیگردن. نوع نگاهشان به انسان ها، نوع نگاهشان به جامعه و به زنان به خصوصا خیلی شبیه هم هست. اما در مواردی بستگی به میزان زورشان داره. وقتی که زوری کمتری داشته باشن و امتیازاتی در برابر تعاملات خود با جهان بگیرن، باز اینا از اون خواسته های خودشان پایین میان. مثل که رهبران مجاهدین در طول این 20 سال در تعامل با جامعه جهانی تانستن که از اون برداشت ها و از اون قرائت های بسیار سختگیرانه ایشان از اسلام و از دین به نفع منافع شخصی خود بگذارن. چرا در گزارش کمیسیون حقوق بشر که در سالهای 2008 و 2009 منتشر شده بود، تمامی رهبران مجاهدین در موارد زیادی متهم به نقض حقوق بشر در طول سالهای جنگ داخلی در همون نیمه اول دهه 90 بودند؟ یکی کمتر و یکی بیشتر، به خاطر که همه اینها به نحوی دست به ظلم و استبداد سر مردم داشتن که بعدش با ابتکار آقای محقق، رهبران مجاهدین طی یک برنامه به نام آشتی ملی خودشان را بخشیدن و از خودشان معذرت خواستن و از این طریق جلوی روند تحقیق بیشتر کمیسیون حقوق بشر و محاکمه خودشان را گرفتن و این گزارش تا امروز رویش خاک انداخته شد به خاطر زور و به خاطر نفوذی که اینها بر سر این کمیسیون داشتن منتشر نشد و این آدم هایی که متهم به نقض حقوق بشر بودن هیچ کدامشان پایشان به دادگاه کشنده نشد. بنابراین اوضاع از این قرار است و این که این رهبران مجاهدین آیا دوباره میتونن که در برابر طالبا یک صف واحد را ایجاد بکنن، احتمالش بسیار پایین است. اول اینکه این حضرات در طول این 20 سال اونقدر تنبل شدن، اونقدر از عیش و نوش کردن که این عیش و نوش انرژی اینها را و انگیزه اینها را برای
ماجراجویی و برای جنگ و این مسائل ها مقاومت از این مسائل ها از بین برده، و مسئله دوم این است که همه اینها دیگه پیر شدن و توانایی را ندارن که دیگه در کوه بالا شون یا یک جنگ را مدیریت بکنن. بنابراین تمام این رهبران، رهبران مجاهدین، مهره های سخته هست که بند شدن در اونها و ماندن در قید اونها و حمایت از اونها به نظرم که یک کار عقلانی نیست. اگر ما بخوایم که در افغانستان یک جبهه مقاومت را ایجاد بکنیم در برابر این ایدئولوژی به نام طالبانیزم که بر افغانستان حاکم شده، ما نیازمند ترسیم یا ایجاد یک روایت کاملا جدید از مقاومت هستیم که این مقاومت باید متشکل از نیروهای نخبه، نیروهای تحصیل کرده و نیروهای روشنفکر و مبتنی بر ارزش‌های انسانی و بین‌المللی باشه، که اگر اینطوری نباشه ما باز هم داد از اسلام و حکومت اسلامی بزنیم. خب همین طالبان هم مسلمان هستند و هم حکومتشان حکومتی کاملا اسلامی هست. بنابراین پس یعنی یک دور تکراری میشه و ما پس همون اشتباهی را که چندین بار تکرار شده باز هم تکرار نکنیم. دوستان عزیز، اگر این برنامه یا از این تیپ برنامه ها خوشتان میاد و مورد پسندتان قرار میگیره، لطف بکنید همین ویدیو را لایک بکنید، چون لایک شما اگرچند برای شما کار بسیار ساده هست ولی باعث انگیزه بیشتر برای کار بهتر و بیشتر در من میشه. بدرود تا درود دیگر.